برام خداوند دست خواهد تاپیک سیوم امروز در رابطه با ویندوز یا در قسمت آپریتینگ سیستم هست. دستی که ما و شما امروز در رابطه با ویندوز میخوانیم دوستای عزیز استارت مینو هست. اوکی. دستی که امروز ما و شما مبحث داریم بالای استارت مینو هست. استارت مینو چی هست؟ در چی روند استفاده میشه؟ چی وقت از این استفاده کرده میکنیم؟ اوکی. استارت مینو. اوکی. ببینید دوستان. استارت مینو چی است؟ استارت مینو یکوان دستوری در کنترل پنل که ما ست میکنیم استارت مینو را در این قسمت چی پروگرام ها در اینجا باشه؟ چی پروگرام ها نباشه؟ و چطور بالای تسکبار تغییرات وارد کرده میتونیم؟ چطور در این قسمت ها تغییرات وارد کرده میتونیم؟ چطور اینی دسکرپشن هایی که در زیر میتونه بالای هر کمندی که شما میرین اینا را بتن این موضوعات که امروز بحث خواد کردیم که در کنترل پنل در قسمت بنامه چی است؟ تسکبار هم استارت مینو است. اوکی. این دستوری برای چی؟ تاسکبار ان استارت مینو. اوکی. این از جای دیگه هم باز کرده میتونه. در تاسکبار رایت کلیک کرده در پراپرتیز. اوکی. با مجردی که در پراپرتیز میرین از قسمت باز میکنه. آپشن اول هست لاک د تاسکبار. اگر این دستور تک میکنین تاسکبارتان لاک است. اون طرف برده نمیتونیم. ببینین ما بالا برده نمیتونم دی طرف دی طرف. اگر از تک میکشین اپلای میکنین. یکی فرق بین اپلای اوکی چی از باید بفهمین چون کلاس پایین هستین در دیپلوما. اپلای کار تایید میکنه کار اوکی را انجام میتن مگم اینی پنجره تان بسته نمیشه اینی ویندو بسته نمیشه ای اپلای است. اگر اوکی میکنین کار تایید میشه مگم اینی ویندو بسته میشه. ولی فهمیدین ببینین اگر ما اوکی کردم کار تایید شده ای بالا میره ای طرف هم میره او طرف هم میره پایین میره. پس رایت کلیک در قسمت چی میرین؟ قسمت پراپرتیز. ببینید اوکی اینا اگر میره لاک میگم و اپلای میکنم کارم تایید شد مگم پنجره بسته نشد. پنجره یعنی چی؟ یعنی ویندویی که من کار میکنم هدف نیست صرف اپلای بینمیز کنم ویندو یا یعنی پنجره تو بسته نشد آن باشه بسته نشد. اوکی. مسئله دیگه اوتو هاید تاسک بار است. یعنی میلی تاسک بار برای همیشه اوتو هاید باشه پنهان باشه. اینا تک کنین اپلای کنین ملی تسکبار پنهان شد. اوکی. زمان ظاهر میشه که شما پایین تر بالا از اون در غیر از پنهان است. پس تک بکشن خلاص. مسئله دیگه یوز سمال آیکن. یک کسی سوال میکنه شما میگه آیکن های استارت منو را خورد بساز باید بفهمی. آیکن های دستاپ خورد بساز باید بفهمی. آیکن های تسکبار خورد بساز باید بفهمی. این موضوع تا بفهمی خوب تکیم. اگر میخواین که آیکن تصویر خود بسازیم ببینید آیکن تصویر چه قسم خود میسازیم. اگر میگین یوز اسمال آیکن اپلای میکنین آیکن تصویر چی شد؟ خود شد. استارت مینو هم قدر از هست. اگر اینجا رایت کلیک کنین در ویو برین برازی بگوین چی هست؟ اسمال آیکن آیکن های چی را خود ساخت؟ دستاپ خود ساخت. اگر کسی میپرسه که آیکن های چی را خود بساز؟ آیکن های استارت مینو از این قسمت اینا را خود بساز و در صورت کستمایز میرین ببخشید قسمت چی میرین؟ استارت مینو میرین کاستومایز. اینجا شما که رفتین در اینجا دستوری از بنامه چی؟ یوز لارج آیکن. اگر از سپ میکشین اوکی میکنین و اپلای میکنین حالی بیاین در قسمت استارت مینو آیکن چی شد؟ سی آیکن ها. مثلا سوال هست کسی سوال میکنه میگه چطور کنم آیکن های تسک بار خورد کنم از دستاپ خورد کنم از استارت مینو خورد کنم. در امتحانات تانی موضوعات مطرح بشه اگر اونجا استارت چین و بخش آپریتینگ سیستم درس بوده. اوکی. نشان اینا فهمیدیم. اوکی. مسئله دیگه دوستان این قسمت چی است؟ تاسک بار لوکیشن آن اسکرین. یکی خوش شما که دستک میکشید این تاسک بار میتونستین پایین بالا هر قسمت ببرین. صحیح سی؟ دستک کشید می اپلای میکنم. میبرم بالا پایین هر قسمت. اگر این دستک میکنم در واقع من برده نمیتونم. هیتو طرف. حالا اگر شما میگین برازی میگین که اگر او تک باشه یا نباشه اگر میگین لوکیشن شما طرف چپ ببر خب متوجه یا به طرف راست ببر اپلای میکنیم به طرف راست ببر نظر و کمند است او نظر نیست که خودت اختیاری میبردی طرف چپ ببر چپ ببرش اگر خواست طرف پایین بیا پس ببر آپشن دیگه است تست بار بتن. تست بار بتن چی است؟ Always Cabin. اگر تو فرض کن مثلا ببین ما فعلا چی را باز کردیم تاسک بار امیر مکسل 2013 را باز میکنم
باز کردم داخل نوتبوک بود. مگم اینجا براتان نمیگه که سال 2013 است؟ میگه براتان؟ نمیگه. در تصویر بین برازی بگین کابین نشان نتی آلویس کابین هایت لیول لیولایش نشان بده. برازی بگو کابین وین تصویر از فوری را بیاین اپلای کنین. آلی ببینین ایره براتان میگه تصویر را نستارت بیرون تسکشت تکسش نشان داد و ایزی را میگه چیست؟ بوت اکسل. اگر بوت اکسل را زیاد میکنین کنترول ان چندین وربوک ایجاد میکنین. اوکی. امی وربوکایتان ببینین کاملا تو روی هم گذاشته سه به این ترتیب است. یعنی بوک 1, 2, 3, 4, 5, 6 به این ترتیب اضافه کرده بودیم ببینیم. حالی من چی میگم؟ اگر در این قسمت میره میگم به این ترتیب نشان نکش بلکه چی باشه نیور کابین دوباره در صورت تک کنیم بعد از این بین اپلای کنیم. حالی چی شد؟ کلشان در قسمت تصویر پخش سهیش؟ اوکی آلی کلوز کنید کلوز آل رایت کلک کنید و کلوز آل بگید یا آلت اف رو و اینجا کلوز آل هم داره خود اکسان شفت کلوز آلش کنید خود اکسان. مسئله دیگه دیروز گفتیم یه استارت مینوس کویک لانچ هست میلی میلی تسک بار هست نوتیفیکیشن ایریاز و یه چیست ایروپک ایروپک. حالی ببینیم میایم بالای مسئله دیگه از استارت مینو خب بعدن بالای بس میکنیم کویک لانچ هم میفهمیم تصویر کار کردیم سرش بالای نوتیفیکیشن ایریا میاد مین در قسمت چی نوتیفیکیشن ایریا براتون میگه کاستم ویچ آیکن اند نوتیفیکیشن ایریا اپیر ان دچی نوتیفیکیشن ایریا بالای کاستمایز کلیک کنید و مجردی که کلیک میکنین شما قبل از اینکه بالای نوتیفیکیشن ایریا بس کنین دو نوع آیکن دارین. چند نوع؟ دو نوع. یکی سیستم آیکن است یکی اپلیکیشن آیکن. یکی سیستم آیکن یکی چی؟ اپلیکیشن آیکن. خوب متوجه. سیستم آیکن عبارت از آیکنی است که با ویندوز انسال میکنیم مثلا دسکتاپ، ریسایکل بن، مای داکومنت اینا سیستم آیکن است. مگم همین که پروگرام انسال میکنه شما ببینید اینجا اینا آیکن است مثلا ماجیک آیزوس مثلا آنتی ویروس است، کانتیشی است. اینا چی است در واقع؟ اپلیکیشن آیکن است. اینجا شما ببینید اینجا مثلا پاور اکشن یک سیستم آیکن است. اینا پاور اکشن است اینجا یعنی اکشن مشهور به چیز اکشن سنتر. این اکشن سنتر اگر شما میگین که مثلا هایدش کن زمانی که هاید میکنی مستقیم دینجی میاد سی سی و اگر خواستی که نشان بتش نشان بده به می ترتیب اینا پاور است به می ترتیب نیتورک است ببینین به می ترتیب چی است ولیم است. اینا کل سیستم آیکن است مگر منتن دانلود منیجر که مشهور به آی دی ام است ای اپلیکیشن آیکن است. اینا کلش نسای اپلیکیشن آیکن کمتیش و کل چیز در پایین که این اپلیکیشن آیکن است هر کدام از زیر خاصی باری و نخواستی نمیشه. بعد از اگری دستوری میگی تورن آف سیستم فرض که مثلا من میگم لطفا خوب متوجه سیستم آیکن را تغییرات بده مثلا میگی جا پاور شما میبینه نی از چارج هم میگم میره چی کن هایدش کن هایک. اگر برازی میگی تورن سیستم آیکن آن آر آف کلک کن بیا بالای سیستم آیکن ها تنها جست شو سیستم آیکن فور یو تنها چی رو بر شما نشان میدن؟ سیستم آیکن ها دیگه چیزی نیسته کلاک نباش آفش کن و می ترتیب یا من میخوای نیتورک هم نمیخوای خلاص این حالی بیاده اینجا هیچ چیزی نیست اکشن سنتر هم نمیخوای بیا بگو نباش پاور هم نمیخوای بیا بگو نباش. حالا اگر میگی ریستور دیفالت پس به حالت استاندارد ریستور شد و دوباره بیا اوکی صحیح شد. اگر اینا رو تغییرات وارد میکنی بعد برای زی بیا بگو چی ریستور دیفالت است کنار ریستور دیفالت و اگر میگی always show all icons and the notification area on the taskbar اینجا در این صندوق چی نوتیفیکیشن ایریا یک تعداد آیکن ها هست که یعنی جای اپلیکیشن آیکن به گمان اغلب در مجموع در این قسمت قرار میگیره. اگر خواستین که دیجا نباشه این دستور رو تک کنین کلش در ملی تصویر چه کار کرد؟ پخش کرد. ببینید در ملی تصویر آمد کلش یعنی کل اپلیکیشن کردن. اگر نخواستین پس اوج ایجاد بشه اگر خواستین اوکی کنید خلاص. این بود نوتیفیکیشن آیکن اوکی. حالی بالای مسئله دیگه ای بالای ایروپک میایم ببینید این قسمت گفتیم چی است پریویو دسکتاپ چی است ویت ایروپک روز گذشته گفتم مورد بنام ایروپک یاد میکنم وظیفه ایروپک چی است؟ تو فرض کن مثال در اکسل هست. این اکسل کار میکنه. در اکسل کار میکنه یک جدول هم جور کردیم مثال دیم از پوزیشن هست.
پوزیشن از سالاری به این ترتیب اوور تایم از مارکی دیز نام از ولید از کریم از سمین از خلاص به این ترتیب دهی قسمت به این پوزیشن هایشان میگه داکتر است انجینر از خلاص انجینر است این معاشاتشان هست ای هم معاش از این ای هم از افکاری شد آل تبرای مثبت ما شبای اضافه کاری اوکی دهی کار ضرورت دارم صفحه دستاپ خود ببینم میخواییم مشاهده کنم با مجرد که دینامی ایروپیک من میاییم اوتوماتیکلی صفحه چی رو نشان میدم دستاپ نشان میدم ببینه نه همین پوینتر خود میمانم کلک نمیکنم نشان میدم اینا لگر تو دینی قسمت میری در تصویر ای رفتک میکشی برازی اپلای میکنی حالا اگر تو پوینتر دویری برد نشان میده صفحه دو صفحه نشان داد؟ نه حالی ببینه اینه پس دوباره پوینتر میکنی اگر پس میینی را تک میکنین و یک بار اپلای میکنین حالا اگر پوینتر دویر میارین چی نشان میده؟ صفحه دو صفحه این وظیفه بکنید است از قسمت تسک بار خلاص شدیم جمع شد بیره بار از تسک بار حالی بالای موضوع چی میایم؟ استارت مینو میایم بالای اینی موضوع میایم دوستان اینجا میایم بحث ماست پس اکسل مکسل بسته میکنیم بالای کی میم؟ استارت مینو آپشن اول که در استارت مینو است پاور بتن اکشن در استارت مینو اینجا اول چی داریم؟ شت داون یک کسی میخوایم نگه در اینجا سلیپ بیار در اینجا سلیپ بیار در این لست سلیپ هست اینجا بیارش این خود تو نمیتونی که مثلا از اینجا بیار سلیپ از گوشش بگی اینجا بند از تو خواه نمیشه پس مستقیم اینجا بیار بگو چی باشه دو بجم؟ سلیپ باشه اپلایش کن حالا چی اضافه شد؟ سلیپ اضافه شد صحیح؟ یا هر چیز یک کسی میگه ریستارت بیا اینجا بیا انتخاب کن ریستارت اوکی اپلاش کن اینو ریستارت درست مسئله دیگه در این قسمت دو آپشن دیگه است استور اند دیسپلی ریسنتلی اوپن پروگرام ان دات تاسک ان دات چیز استارت مینو در استارت مینو به مجرد که شما میاد این قسمت اینجا کل پروگرام ها هست یعنی پس اگر توی آپشن استک میکشی اپلای میکنی کلش ریستور شد و دلیت نمیشه دیمو وزید در ریستور کل پاکش کن آپشن دیگه از اینجا به نام استور اند دیسپلی ریسنتلی اوپن آیتم ان دات استارت مینو اند دی تاسک بار این چی کار میکنه دوستان وظیفه از این چی هست وظیفه از این هست که اگر شما در کسومایز بینین یک چیز به نام ریسنت اضافه کنین به نام چی؟ ریسنت اینجا بیاین اینه اینه ریسنت آیتم اوکی کنین و اپلای کنین شما اینجا ببینید در استارت به نام ریسنت آیتم اضافه شد یعنی ریسنت آیتم اینه قدر چیزا داره یا نداره اگر تو فرض کنید در قسمت رن در کانتنت ام اس پی آی ان تی در این پنت فرض کنید مثال تو یک کار دیگه میکنه یک بگرام جورو کرد چی میکنه مثال امید از سایش بزرگ میکنم میگم مثال اینجا یک شب میارم و این شب هم نوشته میکنه میگم مثلا بنام چی؟ راوتر خلاص این اکانت رو رولت سیوش کن در حساب بنام چی؟ راوتر کلوزش کن اینجا بیاد در ایسی تا ایتم چیز رفع شد پیدا کن این راوتر شد یعنی کلک کن همین بود یا چی بود دیگر حالی کلوز که من میگم هر کاری که دکمی تر میکنه حتی میری یک اکس سعی میکنی ایسی تا ایتم برداشان بدن مثال من میرم در ایجا در قسمت پیکچر در پیکچر مثال اسلامیک پیکچر این یک سعی میکنم ببین نام از این عکسی از سگ طوفان محبت مثال است این نامش است کلیک کنین نام خداوند ایجا هست شما ببینید سیسی 99 نامی که خداوند هست این به خاطر از اینکه ایده شما هر روز که بخوانین ثواب از زیادتر هست شما باید 99 نام خداوند یاد داشته باشین بعد از اوکی کنین خب اینالی کلوز نامش با اون نام است اینال در استارت مینو بیاین در اینی جا بیاین اوکی کنین برام چیز رفع شد کلیک کنین اون نموست حالی من میگم تمام ریسنت آیتما را چی کن؟ دلیت کن ایره تک کنین و اپلای کنین یک بار رفع شد حالی بین استارت مینو ریسنت آیتم چیزی هست این چیزی سی شد اشار مسئله دیگه بالای چی میگیم بالای اینا را تک میکنیم میگیم اضافه کن دیگه هرچی که اضافه شد مسئله دیگه بالای چی میگیم بالای کستومایز در قسمت کستومایز ببینید دوستان این خود استارت مینو بود اینجا خلاص شد حالی دینی پارت می
این پارت مورد بحث قرار میدیم. ببینین اول چیز کامپیوتر هست، کامپیوتر نشان میده یعنی اینه کامپیوتر، کلیک و کامپیوتر باز میشه آنها میشه اوکی. با یک طریق نشان دادم. اگر میگه دسپلی از امینو، مینو چی نمیگه دیگه؟ مینو دیگه کدام گپ دیگه این نیست، یعنی درایو سی، درایو دی، درایو ای را با موی کامپیوتر نشان بده. ایره میگه دسپلی از چی؟ از امینو، یعنی درایو هاش نشان بده. ولی اگر شما در استارت مینو میندید دیگه تنها کامپیوتر هستی، درایو هاش نشان نمیده. اگر این دستور تک کردین و اوکی کردین، اپلای کردین، حالا استارت مینو بین بالای کامپیوتر چی را نشان داد؟ اون درایو هاش. صحیح شد نشان؟ بعد از او به می ترتیب خوب متوجه کانکت تو، کانکت تو اگر اینو تک میکنید کانکت تو اضافه میشه، از وایلس استفاده کرده میتونید کانکت تو نتورک هست، اینو کلیک کنین اینا صفحه تو این وایلس هست، کانکت کنین از استفاده میتونین از وایلس استفاده کی از اینا بفهمین یا اس اس آی دی از اینا بفهمین میتونین از وایلس شما یوز کنین. اوکی کی بعد بفهمین، اگر نفهمین دیگه کی میشه هک بشه، یکی ده هک میشه. چیز دیگه در این قسمت از کنترل پانل هم نشان میده یا نمیتونه کنترل پانل، کلیک کن کنترل پانل باید باز بشه. مگر مگر تو خواسته باشی که به شکل اساسی کنترل پانل رو باز بکنی، بنابرای دلیل برای زیده این قسمت تو چی میگی؟ خوب متوجه در اینجا خود کنترل پانل هست به شکل دسپلی از امینو میگی اوکی کنی اپلای، یعنی به کنترل پانل کل دستوره کنترل پانل رو باید بشان بده. چی رکار بده؟ خب اگر خواستین که نباشه، نه کامپیوتر نه کنترل پانل، بگین don't display the site name، don't display، اوکی کن اپلایش کن بین استارت کن کنترل پانل کامپیوتر دیده میشن پیدا دیگه. اون همو آپشن ها در کل تکرار هست، display، display as a menu و don't display در کلش تکرار هست، چی در document می باشه، چی در picture می باشه، چی در music می باشه و در game، در کلش به می ترتیب هست، یعنی این آپشن ها تکرار هستین. ببینین به می ترتیب default program اینه در download در document سی سی، فقط اینی آپشن رو باید بفهمین، enable contents menu and drag and dropping این چی کار میکنه، وظیفه از این چی هست، کار از این چی هست. تو مثال در استارت منو رفتی، مثلا این رو میخوایی درک کنی، درک کردی نه انداختی در استارت شارکت چه گرفتی، گرفتی یا نگرفتی؟ من میکنم این همی کار رو نتانم، این رستیک بکش اوکی کن و اپنی، ولی در استارت منو بیا درک کرده من میکنم هر چی کنه کنه درک نمیشه. چیز دیگه ای فاوریتس مینو اضافه شد و گیم باشه و مود دسپلی ها میبینه، نه هل باشه هایلایت نیوز پروگرام، یک پروگرام که نمونه سال میکنین بگراندش رنگش چی میگرده؟ زرد میگرده. خوب متوجه پروگرام هایی که نمونه سال میکنین، مثلا آفیس پکیج ها شما ببینه اگر نمونه سال کرده باشه آفیس پکیج، اینه بگراندش چیز زرد، زرد است، یعنی رنگ زرد میبینین، این دلیلش چیز کی نیابشن تکسه، یا آپشن اگر شما استیک میکشین اوکی میکنین و اپلای میکنین، ولی در استارت مینو مین بیند آفیس پکیج کو آفیس پکیج این اپلای کلک کن، ولی بکگراند زرد است رنگش، هایلایت داره نداره، اگر خواست این همه هایلایت اضافه شود لطفا بیند این قسمت تک اوکی اپلای، ولی ببینین اینجا هم هایلایت اضافه کرده، میبینین سکی یک هایلایت زرد داره. سی شد؟ اوکی. مسئله دیگه در این قسمت هست، هوم گروپ دیگه، مسئله نیتورک هست، هور گروپ نیتورک، هوم گروپ نیتورک، کلاینت سرور نیتورک دیگه پا داریم، موزیک باشه نباشه به اون شکل، نیتورک باشه نباشه، این چیزایی است که باشه نباشه خلاص. مسئله آپشن دیگه است اوپن ساب مینو آی چی است؟ وین آی پیس آن دیم ویت دی ماوس پوینتر اوکی ترایت. در زمانی که شما در استارت مینو میرین خوب متوجه، اگر من اینجا میگم کنترل پنل نشان بده با مینو نشان بده، خوب دقت کنترل پانل با چی نشان بده؟ با مینو. کجا بود کنترل پانل؟ اینا میگم مینو شما نشان بده اوکی که و اپلای که، خوب دقت باریکی ببینید، اگر شما در استارت مینو میرین آل پروگرام هم باید میترتیم، من در آل پروگرام رفتم کلیک نمی کنم، کل همی چیزایی که مربوط آل پروگرام میشه تو باید کلیک باز میشه آنه اینا سایتم، اگر ما میگم در کنترل پانل کلیک نمی کنم پوینتر هم میوانم کل چیزا باسد یا من چی میگم؟ میگم تا کلیک نکردیم باز داشت یک کس سوال کنست میشتم، میگم من در استارت مینو آمدم در آل پروگرام، خودت سوال کنست یک کس پایتر در اینجا ماندم بگو تا کلیک نکردیم اینا باز داشت. بعد از اون لطفا این آپشن رو باید بفهمید کستومایز، در این قسمت این آپشن استک بکشین، بعد از اوکی کنین و اپلای کنین، آلی بین در استارت مینو بالای آل پروگرام باز شد.
نه تا که کلیک نکنید. اگر می در قسمت کنترل پنل اینه کنترل پنل باز شد مینو های کنترل پنل نه تا که کلیک نکنید. چیز دیگه ای که در این قسمت شما دارین امو پرسونل فولدر ها باشه نباشه پیکچر ها این دیگه اون هموست نشان بده نه در دول دسپلی تکرار من نمی کنم دیگه چیزای ساده است. ریسنت آیتم ها کار کردم نی؟ در اونجا اضافه شد بیشتر برتان کار کردم چند از پیش. اگر ریکارد تیوی داریم به این ترتیب رن کمند در ویندوز 7 بای دیفال رن نمی باشه. اگر خواستین اضافه کنید در تک میکنید اوکی اپلای ندار شارکت رن چیز ویندو لاغان کی پلاس چی؟ پلاس آر. خب چیز دیگه سرچ از بچی شکل سرچ کنه پروگرام رو سرچ کنه نکنه به این ترتیب سیستم ادمنستراتیو تولز است. ببینید این سیستم ادمنستراتیو تولز است. اینا می خوانیم سیستم ادمنستراتیو تولز دیسپلی آن دا چی است؟ آن پروگرام مینو اوکی کن اپلای شد در آن پروگرام بیا برام سیستم ادمنستراتیو تولز یک چیز اضافه میشه اینا باید سیستم ادمنستراتیو تولز بیا از بالا ببینیم اینه سیستم ادمنستراتیو تولز اضافه شد در آل پروگرام یعنی من میگم همین نباشه بیا اینجا چی میگم میگه در آل پروگرام باز میگه دیسپلی آن در آل پروگرام اند استارت مینو مگر در استارت مینو نیست هست نه میگم من در آل پروگرام نشان میدم در استارت مینو اوکی کنین و اوکی کنین حالا بیا در اینجا ما هست سیستم ادمنستراتیو تولز سیز کلیک کنین ماوس ها ببینین و در اینجا هم هست سیستم ادمنستراتیو تولز درست شده شده این را میخوانیم کمپوننتیز کمپیوتر منجمنت چیز دیتا بیس او دی بی سی چیزی که پارا میخوانیم با شما در میون دوز اگر میگید دون دست بلید یا ندوی جانا شما میتشنید دوی جا خلاصه صحیح شد؟ اوکی. مسئله دیگه یوز لارج آیکن هم کار کردم صحیح سی؟ اینی جره آیکن هایش بزرگ میسادی پس لطفا میگی لارج آیکن خلاص اوکی و اپلای آلی آیکن چی شد؟ بزرگ شد چیز دیگه ای که داره شما اگر ویدیو دارین ویدیو را نشان بده دیسپلی نشان بده مینو نشان بده اگر ویدیو دارین بیاید اینه ویدیو اینه ویدیو آمده اگر ویدیو دارین از استفاده کنید اگر نخواستین هم نمش خواست آپشن های آخری چی میگن نمبر آف ریسنت پروگرام تو چی هست دیسپلی ببینین اینجا پروگرام ها را که شما باز میکنین مثلا مثال من اولترایزور را باز کردم خب متوجه کلوز کردم اینجا نشان داد یعنی اولترایزور سیسی من مثلا انتی ویروس را باز میکنم خوب متوجه کلوز میکنم نشان داد یا نداد لست نمیجا میشه مجموعا تا چند تا لست میشه مجموعا تا 10 تا شام است اگر من موزیلیا را باز میکنم موزیلا را باز کرد اوکی کلوز دوست این اگر کلستش من میگم درست است مگر میخو نهایتش تا 10 تاست میگم از 2 تا زیاد نباشه 2 تا بگی اوکی کن اوجه چند تا بود حالی یک ببینین 4 تا بود نی همین که اپلای میکنم حالی ببینین چند تاست 2 تا یکی خو کلیر میکنین یکی تعداد محدوده را تعیین میکنین که چند تا اینجا باشه اوکی مسئله دیگه در ریسنت آیتم نمبر اف ریسنت آیتم که اضافه میکردیم در اینجا ریسنت آیتم اضافه شده بود یعنی چند تا می بود دیجی خالی من میگم ببین اگر مثلا دیجی میرین دارن آپشن از این تا کام کنین متوجه باشین تا کام است مثلا اگر من میرم دیجی مثلا در مایک میتا یک پیکچر میبینم این پیکچر میبینم خلاص کلوز مثلا این پیکچر میبینم خلاص یک پیکچر از آخری واسه خود ما رو ببینیم از این که دیگه چیکار کنیم ست استارت مینو بیرون کلوز استارت مینو بیا چند تا پیکچر شد ست من میگم دمیجه خیلی از چند تا زیاد نباشه از دو تا زیاد نباشه اوکی کنید استارت مینو چند تا شد الان یک دو تا یک ریستارت کنید اینا عمر قصد میکنم بیشتر از دو تا رو دیجن نمیدونم سه شد ان شاء الله در این سایتم موفق و کامیاب باشین این بود تاسک با فردا باز ما شما یوزر اکانت